خب دوستان عزیز، امپراتوری ایران با قدرت در پیش است. میبینم که یه عده میگن آقا لیست شورای نگهبان یعنی جمهوری اسلامی داره سقوط میکنه. ابله، حکومتی که داره سقوط میکنه باج میده، نه اینکه برعکسش باج نده. جمهوری اسلامی آب از دستش نچکیده، در لیست شورای نگهبان 100% شماها رو رد صلاحیت کرده از اصلاح طلبان و غیره. یعنی فصل نوین شما وقتی نمیفهمی نمیفهمی اتفاقی که داره در مورد 28 خرداد و حالا اصطلاحا انتخابات انجام میشه که همون نخست وزیری است در حقیقت، این اتفاق مهم و بزرگی و نشان دهنده ابرقدرتی جمهوری اسلامیه. ولی تو نمیخوای ببینی، تو دوست داری تو توهم موفقیت داشته باشه که آقای جمهوری اسلامی داره سقوط میکنه، ما تونستیم نظام پرقدرت و ابرقدرت ایران رو برانداز کنیم. زی خیال باطل. نشریه پولیتیکا بعد از این خوشخیالی شما یه خبری منتشر میکنه، خبر رو تو بعد بی بی سی هم واکنشش رو میده، واکنش بی بی سی هم یه کوچولو نگاه میکنی. ولی پولیتیکا چی میگه؟ بعد اینجا سرم و خوشحالی بزنم به دیوار. میگه دو ناو جنگی یا ناو گروه نظامی ایران با اقتدار به سمت ونزوئلا آبهای خلوت آمریکا جون در حال رفتنن. تو راه هم دارن واسه ملوانان آمریکایی میگن چطوری بچه ها، خداحافظ. یک سال پیش بود یا در این چند سال، خیلی گفتم، دو سال پیش هم بارها اینو گفتم، برنامه هامو دوستان یادشونه، گفتم زمانش خواهد رسید ناو جنگی سهند رو خواهید دید در آبهای خلیج خوکهای آمریکا، در آبهای دریای کارائیب، در قسمتهای غربی اقیانوس اطلس. گفتم دوران این که شما ناوتون رو بیارید تو خلیج فارس تموم شده، نوبت ماست که بیان کشتیهای جنگیمون رو سمت شما حالتون رو بپرسیم. اینا مؤلفه ابرقدرتیه. امروز آمریکا با ما چونه نمیزنه که آقا جان شما مثلا قایقای تندروتون تو خلیج فارس نزدیک ناوهای ما دارن میشن. اینا امروز دارن چونه، ببین یه زمانی اینا چونه میزن، دقت کن خبرو، که شما قایق تندروتون داره دور ناوهای آمریکا، کجا موقعیت و لوکیشنش کجا؟ خلیج فارس، داره میچرخه نیاد. امروز داره در مورد چی صحبت میکنه آمریکا؟ نشریه پولیتیکا داره در مورد چی صحبت میکنه؟ امروز آمریکا میخواد با ما چونه زنی کنه که ناو جنگید، یعنی قایق تندرو ما تبدیل شد به ناو جنگی. لوکیشن کجا شد؟ دریای کارائیب زیر بیخ گوش آمریکا. این یعنی مؤلفه قدرت. هیچی کن، مؤلفه قدرت خیلی ساده است، منتها تو نمیخوای بفهمی. بذارین نشریه پولیتیکا رو یه نگاهی بکنیم، یه خورده حالش رو ببریم، حس کنیم. میگه چند اینا پولیتیکا میگه چند مقام مطلع آمریکایی به وبسایت خبری پولیتیکا گفتن دو ناو جنگی ایران در حال دور زدن آبهای ساحلی شرق آفریقا و به احتمال زیاد در حال عزیمت به مقصد کشور دوست و برادر ونزوئلا. درود بر مادرو. میگه سه مقام مطلع آمریکایی به اعلام این خبر به پولیتیکا گفتن نهادهای امنیت ملی آمریکا حرکت دو ناو جنگی ایرانی به مقصد احتمالی ونزوئلا را زیر نظر دارد. کار خوبی میکنن، فقط زیر نظر داشته باشید، کار دیگه ای نمیتونید بکنید، تماشا کنید. مثلا یه گلری هست، دروازه‌بانی، چنان طرف شوتو قشنگ میکنه. یادم اون موقع روبرتو کارلوس با بازی با فرانسه بود، یه دونه ایسکاهی و زد، انقدر این توپ قشنگ کات برداشت و رفت توی دروازه فرانسه. اون موقع دروازه‌بانشون کی بود؟ کچل بود. این طفلکی همینجوری نگاه، یکی از بهترین دروازه‌بانای اون موقع هم بود، همینجوری نگاه کرد. من یاد آمریکا میافتم. ما الان دقیقا مثل اون توپ روبرتو کارلوس هستش که زد کات دار. ما ناوای جنگیمون دارن میان کات ور میدارن میان سمتت. تو فقط تماشا باید بکنی. دروازه‌بان رو کیه؟ بله بایزر. بایزر بود چی بود اسمش؟ یادم نمیاد. درست بنویسن دوستان. بایزر بود چی بود؟ دوستان حالا نوشتم، مهم نیست. حالا ادامه خبر. حتی من اینقدر خبر مسئلت بخشه که خود دیگه از این کافلاته خودمو بزنم.
در کنار کاپیچینو که کف میکنه، کافه لاته هم خیلی دوست دارم سبکتره. البته تهش یک مقدار بایستی، اینجا در اسپانیا بهش میگن لچه، لچه بریزید که شیرین بشه، خیلی لذت میده. خب بعد میگه که آمریکا دو ناو ایرانی اعزام شده به مقصد احتمالی بنادر رصد میکنن، همون رصد کنن، یعنی بیشتر. بله فابیان بارتز، بله فابیان بارتز بود، بله یادش بخیر، همینجوری توپ نگاه کرد رفت تو دروازه شون. میگه نشریه پولیتیکو این فابیان بارتز الان هم آمریکاست و تماشا کنه شوت روبرتو کارلوسی ما داره میاد تو دروازه شون. میگه نشریه پولیتیکو به نقل از سه منبع آگاه که نخواستن نامشان پاش شود گزارش داد که نیروی امنیت ملی ایالات متحده دو ناو ایرانی را که مقصد نهاییشان ممکن است ونزوئلا باشد رصد میکنند. پولیتیکو اعزام این دو ناو به مقصد اقدامی تحریک آمیز در بزنگاه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن خوانده است. تحریک آمیز، آها. بعد اون وقت شما پهپادها تو مثل گلوبال هاک که خط به خط مرز هوایی ما دارن میرن کشیک میدن، تحریک آمیز نیست. ناوهای جنگیتون 10,000 کیلومتر از این طرف از قسمت غرب اقیانوس اطلس سر خر کچ کردن اومدن و جنوب آفریقا رو رد کردن، وارد اقیانوس هند شدن، بعد اومدن در قسمت تنگه هرمز وارد خلیج فارس شدن، این تحریک آمیز نیست. دور تا دور ایران ده ها پایگاه نظامی زدی، تحریک آمیز نیست. اینا حق آمریکا کت خداست، آمریکا گردن کلفته، باج سیویل میخواد. ناو جنگی ما میاد و تحریک آمیز میشه. حالا تحریک ها که بیشتر هم میشه وایسا. ابرقدرتی ایران چیز انکار نشدنی است. شما باید برید حرف سفیر سابق خودتون رو در دمشق رو گوش کنید، آقا قبول کنید هژمون ایرانو، هژمون ایران واقعی است، اورجیناله. حالا خواهید دید ایراد نداره. میگه بر اساس این گزارش حرکت دو کشتی ایرانی شامل یک ناو و نفکش سابق به سمت نیمکره غربی به معمایی تبدیل شده. معما چیه؟ داریم میایم که دیگه میخوایم حالش رو ببریم. میگه مقام های آمریکایی از مقصد فعلی این دو کشتی ایرانی خبر ندارن، اما گمان میکنن که آنها به مقصد ونزوئلا در حرکت باشن. خب در ادامه میگه رابطه ایران و ونزوئلا، اینو پولیتیکو میگه که هر دو با تحریم های سنگین آمریکا روبرو هستن، تا یه سالهای اخیر نزدیکتر شده. حالا کلونی و در حقیقت باشگاه تحریمی هم که درست بشه دیگه، تمام این تحریم های شما در حقیقت بلااثر خواهد شد. البته یه خبر دیگه هم پولیتیکو داده که میگه که برخی از مشاوران آقای مادورو گفتن که یه وقتی مثلا اشتباه نکنی از این دو ناو جنگی ایران بخوای مثلا بری استقبال کنی، ولی اخبار حکایت از این داره که ارتش ونزوئلا به صورت علنی میخوان از ناوهای جنگی ایران استقبال کنن. بحث داریم سر چی میکنی؟ یه ده میگن جمهوری اسلامی داره نابود میشه، جمهوری اسلامی تو آبهای آمریکا اومده، چطوری میگیرن؟ بابا تاریخ ما اینا همیشه میمونن تو سر ما میزدن، میگی جمهوری اسلامی داره داغون میشه، 100% کاندیدای اصلاح طلبو میزنه لتپار میکنه، بعد ناوای جنگیش داره میره تو دریای آمریکا، بعد جمهوری اسلامی روزهای آخرشه تو تحلیل. حالا دیدم بی بی سی هم داره زر میزنه، بی بی سی هم گوش کنی میخوره بخندی. من باورم نمیشه چجوری شما تحلیل کردید نام خودتون رو، نه اول قدرتی رو نمیبینید. حالا ادامه کارم ادامه، دیدم بی بی سی هم داره خودشو میکشه، با هم یه نگاهی بندازیم. همکارم کامبیز فتایی از واشنگتن با ماست. کامبیز، چه جزئیاتی از حرکت دو کشتی ایران به طرف مقصد حالا احتمالی ونزوئلا داریم؟ خب ظاهرا سازمان‌های اطلاعاتی نظامی آمریکا حرکت این دو ناو ایرانی رو زیر نظر داشتند و آخرین بار در منطقه شرق آسیا خوب زیر نظر داشته باشن. خوب هم تماشا کن اگه خواهشن، چون شما دوربین های حرفه‌ای دارید، میشه لطف کنید یه فیلم خوب هم بگیرید مثلا بذارید ما حالش رو ببریم از این اقتدار، فیلم برداری هم بکنید، دمتون گرم. شرق ببخشید آبهای شرق آفریقا اینها رو رصد کردند و به مقامات دولت و همینطور ظاهرا بنابر گزارش پولیتیکو به کنگره آمریکا هم اطلاع دادند که به نظر میرسد این سرای خودش تق و توق داره، مشکل اما نیم مشکل فنی بی بی سیه خاک بر سر ایران. این ناوبندر که میشه گفت بزرگترین شناور جنگی
نیروی دریایی ایران هست رو به همراه یک کشتی دیگر به سمت ونزوئلا فرستاده. البته مقصد نهایی رو حتی این گزارش پولیتیکو هم به صورت قطع این رو مقامات آمریکایی ناشناس به این نشریه نگفتن، اما این نگرانی باعث شده که به هر حال در حدی بوده ظاهرا که در حد در برخی از کمیته های کنگره هم ظاهرا مطرح شده و خبر از اونجا تقریبا به نظر میاد که درس کرده باشه. و به هر حال این تو چرا انقدر نگرانی؟ این خبرنگار بی بی سی چرا انقدر قرمز کرده؟ حالا اینا چرا انقدر ناراحته؟ نگرانی رو ایجاد کرده که ایران در گیرودار این مذاکرات هسته‌ای که بین ایران و آمریکا و غرب در جریان هست، نیروهای نظامی ایران اخی اینا صورتشون قرمز، وقتی حرص دشمنان ایران رو میبینم خدا شاهده کافلاته خیلی بیشتر میچسبه. یک شناوری رو به سمت ونزوئلا و در واقع آمریکای لاتین دارن میفرستن که آمریکا کلا این منطقه رو حیات خلوت خودش میدونه، منطقه نفوذ و قدرت. یه نکته هم به این دشمنان احمقم بگم، اینا یه جاشون نگی که برام کامنت گذاشتن این دشمنانمون که آقا تو اینقدر بدبختی که مثلا تو لیوان درست حسابی کافته نمیریزی. این تفلکی ها چون نمیدونن قهوه خوب چجوری باید درست بشه، بهشون یاد بدم قهوه خوبی که میخوای درست کنی تو لیوان کاغذی باید درست کنی، یه بار مصرف و کاغذی حتما باشه، پلاستیکی نباید باشه، گرماش بیشتر میمونه قرمونت برم. یه سوسماس هم واسه این ابله ها حق دارن تفلکی ها، آخه زندگی درستی هم که ندارن، چیزی نمیدونن. حالا ادامه. خودش میدونه از نظر آمریکایی ها اگر این خبر تایید بشه اقدامی است تحریک آمیز که به هر حال الان به حداقل یکی از رسانه‌های آمریکا درس کرده. پس رسما تا حالا چیزی نگفتن؟ نه خیر، و تماس هم گرفتیم با وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، که خودداری کردند و گفتند با کاخ سفید تماس بگیرید و شورای امنیت، در واقع شورای امنیت ملی فهمید ای بی بی سی زنگ زده پنتاگون، پنتاگون تو خودمو بخور ما نمیتونم برای چی، ما فکر میکنیم خیلی اقتدار داریم، چالش اقتدار برای شما، ما فکر میکنیم خیلی اقتدار داریم، زنگ بزن کاخ سفید، زنگ بزن کاخ سفید، ایران داره میاد. آمریکا مستقر در کاخ سفید هم حرامزاده ها برای ما هی بی 52 هوا میکنن، بی 52 میره هی میاد. آقا دو تا بی 52 آمریکایی بلند شد اومد رفت، فرستن هم اومد و رفت، برای پشم صورت هم که رفت و اومد. آقا ناوهای آمریکایی، ناو ابراهام لینکن وارد خلیج فارس شد. خیلی حال میکردی؟ دیگه نگو ناو آمریکایی وارد خلیج فارس شد، یواش یواش بنویس، بگو دهنت عادت کنه، ناو سهند، ناو باگندور، ناوهای جنگی ایران، ناو مکران ایران وارد خلیج خوک ها شد، بگو دهنت عادت کنه. خیلی حال میکردی ناو ابراهام لینکن وارد خلیج فارس شد، حالا بگو ناوهای ایران ورود کردن به آبهای آمریکا. که از سخنگویانش در اینا به ما شوخی میکنه میگیم امپراتوری ایران. متاسفانه اگه در مورد انتخابات همه این افراد پشت سعید محمد جمع می شدن اتفاقات بزرگتری رخ می داد. الان هم اتفاق بزرگی رخ خواهد داد، ولی برنامه ریزی های خیلی بزرگتری ما داشتیم و اتفاقات بزرگتری رخ می داد. اگه همشون پشت سعید محمد وای می سادن، از رئیسی و جلیلی و تمام جبهه انقلابی پشت سعید محمد رخ وای می سادن، یه اتفاق سوپر واقعا عالی رخ می داد و بخش قابل توجهی از قشر خاکستری و قشرهای ملی که دلچرکین هستن از جمهوری اسلامی میومدن پشت جمهوری اسلامی و حرکت به سمت امپراتوری تسریع پیدا میکرد. حالا متاسفانه نشد، ولی حرکت باز نمیایستد. ببینید ما تو برنامه هستیم، ما تو مسیریم، این برنامه مدون داریم اینو جلو، ما اومدیم که باشیم، این اتفاقات بزرگ داره رخ میده. طبق پیشبینی‌های ما در 3 سال گذشته ناوهای ایران دارن وارد آب‌های آمریکا میشن، همتون برنامه‌های منو دیدید. در اتفاق سعید محمد هم پیشبینی ما درست بود، گفتیم رئیس جمهور میشه، مگر اینکه قواعد بازی رو برهم بزنن ایشون رو رد صلاحیت کنن. خب قواعد بازی رو برهم زدن و دیدی چه شور و حال انتخابات هم افتاد وقتی که قواعد بازی برهم ریخت. یعنی اگر تمام اصلاح طلبا رد صلاحیت میکنن، همین یه مورد سعید محمد تایید صلاحیت میشد، ما شور انتخاباتی رو بالا نگه میداشتیم و بالا میموند. الان بعضیا میگن آقا تو بیا وسط، دیگه دست من نیست. آخه یه چیزی برمیدیم، شما یه جایی شما میتونی به یک حرکت کمک کنی تصدیح بده، یه جای دیگه دست تو هم نیست هر کاری بکنی، این یه حقیقتی. ولی به هر حال ما تو مسیریم، ایران تو مسیر ابرقدرتی است، در همین جا تو همین شرایطی که تحلیل های آبکی بیرون میرن ایران داره میره
مرزهای ابرقدرتی رو جابجا میکنه. حالا ادامه. پاسخ در پاسخ به پرسش ما گفت که هیچ گونه اظهار نظری رو فعلا نمیتونه بکنه، بنابراین رسما این خبر تایید در واقع نشده. اما میبینیم از همین الان قدری جنجالی شده، یکی از سناتورهای جمهوری‌خواه که سناتور فلوریدا باشه، ریک سکات، که چندان میانه خوشی هم نه با ونزوئلا داره و نه با ایران، بیانیه داده خواهان این شده که دولت آقای بایدن رئیس جمهوری آمریکا بیاد اظهار نظر بکنه، که و در این مورد گفته که اگر این صحت داشته باشه به این معناست که آمریکا با یک اقدام مستقیم تهدیدآمیز ایران مواجه هست، به خاطر اونچه که او ضعف دولت بایدن از جمله در مذاکرات اتمی اون رو توصیف کرده. ولی به هر حال فعلا علی‌رغم یک چنین اظهار نظراتی در داخل کنگره از جناح محافظه‌کار و جمهوری‌خواه، دولت آمریکا هنوز رسما این خبر رو تایید یا خب این حرفی که میتونم بمانم چی میگه؟ آره آمریکا فهمیدن، میگن خیلی تحریک آمیزه، مثل میمونه که خب ببخشید مثلا میگه تحریک آمیزه الان که چی مزله، مثلا همچی میگن آمریکا خیلی تحریک آمیزه، مثلا همچی اینجوری میگن الان میخواد برو بکشه، مثلا تهدید کنه انگار ناو ما رو میخواد منهدم کنه، ما داریم ناومون میره قشنگ جلوی اینا، داریم ابرقدرتی هژمون خودمون رو داریم بهشون دیکته میکنیم، بعد در حالی که ما داریم هژمون دریاییمون رو به اینا دیکته میکنیم، ببین اینا چی میگن، کارتون خیلی تحریک آمیزه. وای خیلی ترسیدم، مثل میمونه که به دوست دخترت به خانم یکی تیکه بندازی طرف بگی وایسه من برم زنگ بزنم پلیس 110 طرفو کشتی تو. الان کار آمریکا همینه، وایسا یه خورده من زنگ بزنم پلیس 110 او دارم میام تو آباد، دارم تمام این در حقیقت هیمنه پوشالی تو رو به سخره میگیرم، کل هیمنه پوشالی تو دارم به مسخره میگیرم، دارم مسخرت میکنم، و تو تازه میخوای بگی تحریک آمیزه. و این اتفاق اتفاق بزرگیه، یعنی کسانی که اهل فن هستن این پدیده ها و این مؤلفه هایی که داره رخ میده اینا المان های پدید آمدن یک ابرقدرتی، یک هژمون جدی یا یک امپراتوری بزرگه، و به یاری خدا یه سری مشکلات سیاسی وجود داره، یه سری کج‌فهمی ها در همه طیف‌های سیاسی وجود داره، و حالا با برنامه‌ای مثل رودست و اینا میریم جلوتر و به یاری خدا افکار رو کانالیزه میکنیم در سمت این امپراتوری و به زودی و این تصدی پیدا میکنیم و به زودی شاهد اتفاقات بزرگتری خواهیم بود. قربونتون برم، شب و روزگار خوش. این برنامه رو خیلی ممنون که توجه کردید، سپاسگزار عزیزانی که پخش میکنن، سپاسگزار از عزیزانی که از طریق پیپل به این برنامه و به من کمترین کمک میکنن. پاینده ایران و بدرود.